امروز میخواییم داستان دستگیری من توسط پلیس رو بشنویم و اینکه چی شد که مایا پریز باعث شد من توسط پلیس ایران دستگیر شم. خب بین آموز برداشتی یه ویدیو یوتیوبر بر خود فیلم سپر ساختی ویو بگیری؟ خب من کی؟ ها؟ عجیب نه ولش. هی سلام چطوری؟ آماده ای بریم سراغ ویدیو؟ بشیدم صدا تو بگو بل بریم بذاریم سواقه ویدیو امروز خیلی چالشی و حاله. میخوایم کانالی رو تو یوتیوب بررسی کنیم که عکسای لخت میا پلیز و مدگل و اینا رو میذاره و کلی ازش ویو میگیره و کلی پرهاشیه و پردرامایی شده. بذاریم سراغ ویدیو که مطمئنم کلی ازش کیف میکنید و لذت. اوکی بچه امروز سلام نمی کنم، یه راست بیم سراغ ویدیو. قضیه از اونجای شروع شد که چند وقت پیش، طبعا یه سال پیش این دعوا شروع شد ولی جدیدن بهش پرداختن. من میخوام چیزای خیلی جدیدتر بهتون بگم چون دوستتون دارم. همش از اونجای شروع شد که یه کانال تو یوتیوب به اسم پی وای نیوز که خیلی کانال باحال و با خلاقیت و خفنی هم بود، ویدیو راجع به مدگل، یوتیوبرها، میا و کوثر میساخت و توش ویدیوها رست میکرد یوتیوبرها رو، رست به شوخی خیلی جنسی، شوخی خیلی تنامی، شوخی های مختلف میگن، ولی اکثر شوخی های این کانال جنسی بود و همین باعث شد که بعد از چند مدت یوتیوبرها بگیرن روش، دعوای مختلف پیش بیاد، چنلشو ببندن و حتی به زندان و شکایت هم برسه. قبل هر چی بریم بخشی از اون ویدیو رو با هم ببینیم. لینک این چنل تو دیسکریپشن هست، میتونید بهش سر بزنید تو خودتون نگاهش بکنید. امروز هم اومدیم با تئوری های ترسناک و عجیب، از اشتباه بزرگ مدگل تا فیلم پخ شده از اون، عکس نشون دهنده ی رضایت مدگل از دوست پسر جدید خود است. آره خلاصه بچه، همونطور که دیدید این کانال تو یوتیوب این ویدیو رو آپلود میکرد و کلی ویو میگرفت و بعد چند وقت یکی از یوتیوبرها اومد گرفت روش و نسبت به این ویدیو واکنششون داد. این ویدیو مال چند ماه پیشه، اینو با هم میبینیم و بعد میریم سراغ خبرهای جدیدتر راجع به این کانال و زندان و شکایت یکی از طرفدار میا پلیز از این کانال. بابا یه کانال بود به اسم پی وای نیوز که چند ماه پیش من ریده بودم بهش، همچین ویدیوهایی میزد همچین. این گوزو رو که میبینید میرفت از یوتیوبرها ویدیوهای زورنی میساخت و با این اومد مثلا ساب گرفت، یه کل نوردی کرد، آره یه خورده ویو گرفت و برای خودش فکر کرد شاخی شده. این که بقیه ویدیوش همین ویوش بیشتره ناراحت هم میکنه. کامنتارو دیدی؟ نه. این ویدیو رو شما تامنیل رو دیدید، فکر کردید داستان چیه؟ منم مثل همونایی که دارن واقعا همچین چیزا میسازن از اینا ساختم. نه خیر. در صورت ناراضی بودن هر یوتیوبر ویدیو با احترام. گوه میخوره. گوه میخوره. من رفتم اینو چک کردم. الان برو اعتراض کنم پاک میکنه. آقا ویدیو منو پاک کن. گوه داره میخوره بچه‌ها. من رفتم چک کردم. هیچ اهمیتی نمیده. همچنان هم داره ازشون ویدیوهای زور میسازه. اصلا براش اهمیت خاصی نداره. بله 14 ساله سوگند. پاهای میم بود اینا؟ میمه الان میم بذار بذار میم آقا میم میبینیم چرا میم خوبیه. اه کسکش دخترای تو ایران همین جوریشن، اعتماد به نفسشون پایینه. اینو الان پخش میکنید، این ویدیو لال شدن بریم بیفته تو گروه خانوادگی مثلا خانم تاکسیک کرد، بعد اینو برش بفرستن میبینید چه حسی داره. میمه حاجی میمه. آره خلاصه همه چی خیلی گوگولی و باحال و خفن بود تا اینکه چند وقت پی وای نیوز ویدیو نذاشت و تو چنل سومش شروع کرد به ویدیو ساختن و این ویدیو رو آپلود کرد و توی ویدیو میگفت که یکی از طرفدار میا پلیز به خاطر این ویدیو که ازش میساخته رفته و ازش شکایت کرده. شخصی به نام محمد هنگی که به گفته خودش یکی از قدیمی ترین طرفدار های مایا پلیز هست، اون به من گفت یا ویدیوهاتو پاک میکنی یا من تبدیل به کابوست میشم. منم گفتم به کیرم؟ یه بچه سال دیگه. بعد از چند هفته از طرف دادگاه نامه میاد و مشخص میشه که این فرد از من شکایت کرده. موضوع شکایت: پخش عکس افراد بدون رضایت شخص در فضای مجازی. این شخص به خاطر غیرتی که رو مایا پلیز داره از من شکایت کرده، که البته شکایت این شخص به کیر هیچ کس نبود و به ضرر خودش تموم شد.
ولی داستان بگاهی من از اینجا شروع میشه. به خاطر شکایت این شخص از من، چنل من توسط پلیس چک میشه و من این بار به دلیل تولید محتوای غیر شرعی و برخلاف قوانین کشور بازداشت میشم. بعد از چند هفته من با وثیقه و با شرایط خاصی آزاد میشم. و من اینجا و شما هر هفته شاهد کست شعرهای من تو این کانال خواهید بود. خلاصه بچه همونطور که دیدید، ولی خب چون مدرکی نداشتن نتونستن کاری بکنن و خب آزاد شده و داره تو چنل سومش به ویدیو ساختن ادامه میده. و خب بچه همونطور که دیدید، مدگل یا میا پلیز یا کوسر هنوز نسبت به این ویدیو واکنششون ندادن، شکایتی نکردن و اتفاقی نیفتاده، ولی خب خیلی یوتیوبرهای دیگه شاکی بودن از این روستای خیلی محتوای جنسی دار مثبت 18 به خاطر افراد خیلی سمپاینی که تو یوتیوب هستن این ویدیو رو میبینن و اتفاق خیلی بدی ممکنه واسهشون بیفته و همین اتفاق باعث میشه که خیلی نسبت به این روستا هیت بشه. خیلی خب بزنیم سراغ خبره که تو این چند وقت اتفاق افتاد. تو این چند روز اخیر یه سری ویدیو از مدگل و دوست پسرش یه سری عکس‌ها منتشر شده که بگن این دوست پسر جدید مدگل فیلمبردار فدایی. از اینجور صحبت‌ها اگه می‌خواید ویدیوشو ببینید فردا حتما کامنتاشو واسهتون می‌سازم، ولی این آقایی که اینجا می‌بینید میگن دوست پسر جدید مدگل و جدیداً با مدگل رفته تو رابطه که خیلی هم باعث شد هیت بشه به خاطر چهرهش. خیلی هیتش کردن و به مدگل فحاشی کردن، هیت کردن، گفتن این کیه، چرا با همچین آدمی رفته تو رابطه و از اینجور صحبت ها. خیلی خب بچه های نمیدی امروز با محتوای جنسی که تو یوتیوب آپلود میشه موافق هستین؟ اصلا اینجور محتوا رو میبینید؟ اگه میبینید که منم بزازم اکل بازم بهتون میگم ببینید که کی داره تمایت میکنه. همچه آدم هایی میشاشن تو کامیونیتی و ویدیو منم که داستانشو فهمیدن دوست در ویدیو استفاده میکنه چون رفته توش و چی شده اومده بیرون. خیلی خب بچه لایک های ویدیو رو به 100 تا برسونید، منم ماچ میکنم به کلاتون. تا ویدیو بعدی میبینمتون. ویدیو اینجا هم خیلی باحاله، ببینیدشون. بای بای.